حالا گوش بکنید شما اگر میگید چرا با دخترش ازدواج کرد حالا سوال جواب نه جواب تمام نشده جواب تمام نشده حکمتش این بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم علی اعوذ بالله نه به خاطر شهوت نه به خاطر هوای نفس ازدواج میکرد نه به خاطر اینکه اولاد دار بشه ازدواج میکرد چون اصلا این زن هیچ کدومش صاحب اولاد نشد و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سنش هم بلند بود وقتی که مدینه رسیدن سن حضرت 53 سال بود و در اون زمانی که جوان بود فقط یک زن داشت در اون زمانی که پیر بود خب بله این زنها رو گرفت به خاطر چی؟ به خاطر این بود برادر عزیز من که نظام عربی نظام جاهلی نظام قبائل بود همون کاری را که امروز در عالم دولت ها انجام میده حکومت ها انجام میده حکومت فرانسه هست حکومت لندن هست حکومت آلمان هست حکومت امریکا هست حکومت عربستان مصر اینها حکومت ها هست همین کارهایی که اختیارات دست حکومت هاست در اون زمان دست سران قبائل بود و دست قبائل بود نظام قبائل و اشعار بود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از قبائل مختلف زن میگرفت و با اونها ازدواج میکرد نه به خاطر اینکه اولاد دار بشه اولاد دار نشد نه به خاطر اینکه شهوت الیاذ بالله اجل از این مقامش بلندتره صبر کن حرف نزن که وسط حرف من جان من میرسم به شما حوصله بکنید به خاطر اینکه آقا صبر کن آقا صبر کن حرف من تمام بشه چقدر انسانی هستین شما صبر کن یک لحظه حرف من تمام بشه چند بار وسط حرفم پرید این بار وسط حرفم بپرید قطعت میکنم وسط حرفم دیگه صحبت نکن به خاطر این زن میگرفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این قبائل که اینها دشمنیشان کم بشه با مسلمان ها مسلمان ها عددشان خیلی کم بودن و مسلمان ها همیشه در حال محاصره بودن و این قبائل بیرحم و آدم کش بودن وقتی که از اینها دختر میگرفت با اینها ازدواج میکرد این دوستی بود و این علامت برگ سبز بود و به مثابه این بود که ما و شما حلیف هم هستیم و در روحیات عرب امروز هم همینه که وقتی از شما جای ازدواج حتی در افغانستان هم همینه خیلی جا همینه وقتی که شما با یک مردم دختر میگیرید دیگر یکی از اونها میشید دیگر اونها با شما دشمنی نمیکنن بلکه شما حمایت میکنن از شما دفاع میکنن به عنوان داماد خود به عنوان برادر خود علتش این بود به خاطر که دشمنی قبایل عرب کم بشه از هر قبیله از هر عشیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم زن میگرفت به این خاطر بود که عدد زنهایش خیلی زیاد بود بفرمایید حالا چی فرمایشتانه خب به ارتباط همون جواب قبلیتون که گفتن حضرت ابوبکر به گفته شما نه یکی از امیرای عرب بودن و نه کرمکاری بودن دیگه طبعا اگر رسول الله صلی الله علیه و آله هدفشون اون چیزی که شما فرمودین بوده دیگه نباید دختر حضرت ابوبکر من نگفتم لازم نیست که اون دختری را که شما میگیرید حتما باید رئیس قبیله باشه دختر رئیس قبیله باشه همین که از فلان قبیله شما دختر گرفتید چون نظام قبیله‌ای هست وقتی از یک قبیله گرفتید دیگر نمیگم که همه قبیله دوست شما میشه نه از دشمنی قبیله کم میشه دیگه اونقدر اون قبیله اون عشیره با شما اونقدر دشمنی نمیکنه که در سابق میکرد خیلی از اون مردم میگه دیگه حالا از ما دختر گرفته پسر عموی ما رو گرفته دختر عموی ما رو گرفته مثلا فلان پسر دختر خاله ما رو گرفته لذا ما دیگه دشمنی نمیکنیم لذا از دشمنی اونها کم میشد لازم نیست که حتما دختر رئیس قبیله باشه Straight Away TV.